دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی این جلسه میخواییم یه مثال از ترکیب توابع حل بکنیم. توی جلسات قبل مثالایی از تابع وارون حل کردیم. به صورت گذران در مورد ترکیب توابع حرف زدیم. ولی هیچ وقت نشده یه مثال درست حسابی ازش حل کنیم. خب این جلسه با همین کار میکنیم. تابع F یه تابع دو ضابطه ای به این صورته که اگر ورودی های X رو بهش بدیم، اگر X بزرگتر مساوی یک باشه، ضابطش x منهای x زیرو رادیکاله و اگر ورودی هاش کوچکتر از یک باشن ضابطش 2x به اضافه و از طرفی تابع g رو هم بهمون دادن و گفتن که ضابطه g به این صورته که اگر ورودی هاش بزرگتر مساوی 0 باشه ضابطش x 2 و اگر ورودی هاش کوچکتر از 0 باشن ضابطش 3x و از ما پرسیدن f g x چیه ضابطش؟ من شکل f g x رو براتون میکشم. این تابع g ورودی های x رو بهش دادیم. خروجی های g x رو ازش گرفتیم. و این خروجی ها رو به عنوان ورودی به تابع f دادیم. و خروجی های f g x رو گرفتیم. خب. حالا بچه ها من میدونم که x چجوری تبدیل به g x میشه رو با این ثابته داریم. ولی جی ایکس تبدیل به اف جی ایکس چجوری میشه؟ در واقع اینجوری به صورت کلی من اگه ثابته رو بنویسم، اگه ورودی های جی ایکس رو به عنوان ورودی های جی ایکس رو به اف بدیم، اینجوری میشه ثابته که میشود جی ایکس منهای یک به ازای جی ایکس های بزرگتر از یک و دو تا جی ایکس به اضافه یک به ازای جی ایکس های کوچکتر از یک. خب میایم از اول شروع میکنیم. فرض بکنید ایکس های کوچکتر از صفر رو دادید به تابع جی. خب بعد که ایکس کوچکتر از صفره، یعنی بیاییم بعد ببینیم که جی ایکس با این ضابطه که من زیرش خط کشتم تولید میشه، یعنی جی ایکس می شود 3x هم چون x کوچکتر از 0 بوده 3x هم کوچکتر از 0. حالا 3x که کوچکتر از 0، یعنی این جی x کوچکتر از 0، پس کوچکتر از 1 هم هست. پس میریم سراغ این ضابطه برای اینکه ببینیم f جی x چیه ضابطش. پس f جی x چون جی x ها کوچکتر از 0، یعنی کوچکتر از 1 هستند، میشه 2 تا 3x به اضافه 1 که می شود 6x به اضافه. حالا تو مرحله بعدی دوباره من همین شکل رو می کشم. این دفعه x های بزرگتر از 0 رو دادیم به تابع gm و خروجیمون بزرگتر مساوی 0 باشه. خروجی های gx بر اساس ضابطه gx که اینجا داریم میشه چی؟ x2. درست. بچه x2 که همیشه وقتی که عددی به توان دو میرسه مثبته. ولی وقتی که x هامون بزرگتر مساوی 0ن، x2 مون هم بزرگتر مساوی 0. حالا میخوایم ببینیم این x2 که وارد f به عنوان ورودی وارد تابع f شده، بس چه ضابطه f جی x رو حساب میکنیم، f x2 رو حساب میکنیم. برای اینکه به این سوال جواب بدم، من باید ببینم x2، یعنی این جی x بزرگتر از یکه یا کوچکتر از یکه، کدوم از این هست. برای این سال جواب بدم، ببینید x دو وقتی که بزرگتر مساوی 0 باشه میتونه بزرگتر مساوی 1 باشه، میتونه کوچکتر از 1 باشه. پس ما اینجا به دو حالت روبرو میشیم. خب یعنی اینکه یا این x دو ها این x دوی به توان دو، خب بزرگتر مساوی صفره و کوچکتر از یکه، که اون موقع چه اتفاقی میافته؟ اون موقع میگیم که جی ایکس در نتیجه از یک کوچکتره و در نتیجه اف جی ایکس از رابطه پایینی حساب میشه، یعنی میشود دو تا جی ایکس به اضافه یک که میشود دو تا ایکس دو. یا این ایکس دو، یا حالت بعدی اینه که x2 بزرگتر مساوی 1،
که آنگاه میریم سراغ این ضابطه و میگیم که f جی x میشود جی x منهای 1 که میشود x2 منهای 1 زیر رادیکال. خب بچه نظرتون چیه؟ ما 3 تا ضابطه پیدا کردیم برای f، ولی هنوز به یه سوال جواب ندادیم، به یه سوال اساسی جواب ندادیم. در چه صورتی x2 که بین 0 و 1، به ازای چه ورودی هایی به x بدیم این اتفاق میافته؟ میگیم این در این حالت x2 بین 0 و 1. x بین 1 و منفی 1 باشه. خب میگیم که این که غیر ممکنه که x بزرگتر از منفی 1 باشه، چون ما همیشه گفتیم x بزرگتر از 0. پس در واقع این رابطه تبدیل میشه به این رابطه. درسته؟ درسته؟ یعنی ما اگر x بین 0 و 1 بدیم، آنگاه x دومون بین 0 و 1 میشه، اون موقع f جی x میشه. و اگر x های بزرگتر از 1 بدیم، x دومون هم بزرگتر مساوی 1 میشه. و اینجا این ستاره رو من میزنم، میریم سراغ این حالت. درست شد بچه ها؟ خب من رابطه f جی x رو اینجا خیلی تر و تمیز براتون مینویسم، امیدوارم که سرگیجه نگرفته. میگیم که اگر x هامون کوچکتر از 0 باشه، حالتی که اینجا حساب کردیم، رابطمون میشود 6x به اضافه 1. اگر x دومون بین 0 و 1 باشه، یعنی که x مون بین 0 و 1 باشد، رابطمون چی میشه؟ رابطمون میشه این رابطه 2x2 به اضافه 1. و اگر x هامون بزرگتر از 1 باشد، و اگر x هامون بزرگتر از 1 باشن، ضابطمون میشه. بچه خسته نباشید. مثال یه ذره ریزکاری داشت، قبول دارم، ولی ارزش حل کردنشو داشت. ارزش حل کردنش رو داشت و ما دیدیم که باید بیان وقتی که یه ضابطه تابع ترکیبی از همون پرسن، باید بیان ببینیم ورودی های اولی که به این تابع دادیم در نهایت با چه ضابطه میتونیم خروجی های نهاییشون حساب کنیم. این کاریه که ما اینجا کردیم. دیدیم به ازای ورودی های اولیه ما 3 تا ضابطه به دست آوردیم که خروجی f جی x رو به همون میده. مرسی که تو این جلسه با من بودید. متشکرم. توی جلسات بعد همچنان درس تابمون رو ادامه میدیم. منتظرتون هستم. خداحافظ.